سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ دفعه قبل که گوسفند اومده بود رو یادتون هست؟ امروز قراره یه نفر بیاد که به گوسفند کمک کنه. من که خیلی منتظرم. خب حالا به داستانمون سفر کنیم. خورشید به زمین گفت: زمین، من پیداش کردم. من دوستی رو پیدا کردم که به گوسفند کمک کنه. این دوست اسمش آدم هست. با هم اون رو صدا کنیم؟ زمین جواب داد: آدم؟ این آدم چه نوع دوستیه؟ نمیتونم منتظر بمونم تا صداش کنم. هر دو با صدای بلند آدم رو صدا کرد. ای آدم که قراره با همه ماها دوست باشی، لطفاً بیا اینجا. و چند لحظه بعد دوستی از قسمتی که گوسفند قرار داشت به سمت گوسفند داشت نزدیک می شد. اون یک پسر بچه بود. پسر بچه به گوسفند نزدیک شد و گفت: تو نمیتونی جلوی خودت رو ببینی؟ اصلا نگران نباش. از این به بعد من چشم تو خواهم بود. با هم همه جای دشت رو میگردیم و سفر میکنیم. خب حالا با هم دیگه پسر بچه داخل داستان رو نقاشی کنیم. داستان گوسفند درسته که یک داستان بود، اما چون دفعه قبل گوسفند رو کشیدیم، این دفعه فقط پسر بچه رو میکشیم. وسایل لازممون کاغذ و مداد شمعی هست. بعد از کشیدن صورت به شکل دایره، بعد از اون موهاش رو به این شکل اینجوری میکشیم. خب اگر اینطوری کنارهاش این شکلی بکشیم مثل موهای پسر بچه هست، درسته؟ و گردنش رو با یک چارزلی کوچیک میکشیم و شونه هاش رو اینطوری و همینطور دستاش که به سمت پایین هست و بدنش رو با کشیدن این خط ها از دستاش جدا می کنیم و گوش هم به شکل دایره کوچک کنار صورت دقیقا نقاشی می کنیم. بعد صورتش رو اول می کشیم، روی صورت حالت چهره رو نقاشی می کنم. خب صورت رو رنگ میکنه با رنگ صورتی، گوش ها و گردن همه رو رنگ میکنیم. و برای موها و رنگ قهوه‌ای رو انتخاب میکنیم. شماها هر رنگی که دوست دارید رو میتونید انتخاب کنید. همون رنگی که شماها داشته باشید هم با اون رنگ کنید بیشتر جالب میشه. اینجوری موها رو رنگ کردم. با رنگ صورتی حالت چهره رو در قسمت پایین نقاشی میکنیم. چشمهای خندان، بینی، دهان. اگر گونش رو اینطوری به این صورت بکشید یه جوری خجالت زده و خوشگل میشه. و حالا لباسش رو رنگ میکنیم. حالا من میخوام دستاش رو اول با رنگ نارنجی رنگ کنم. دوستان من هم فکر کنید که دوست دارید با چه رنگی لباسش رو رنگ کنید. چرا لباس رو
به رنگی که دوست دارید رنگ نمی کنید. بعدش بدن رو میخوام بنفش رنگ کنم. لباس هم خوبه که با یک رنگ رنگ بشه، ولی اگر چند تا رنگ رو با هم استفاده کنیم خیلی خوشگل تره. مخصوصا برای نقاشی اگر رنگ های مختلف رو با هم استفاده کنید خیلی فوق‌العاده میشه. آره، بدن رو با رنگ بنفش رنگ میکنم. این یکی دست هم با صورتی رنگ میکنم. بله، حالا همه لباس ها رنگ شدن. خب این قسمت یکم خیلی ساده نیست؟ به نظر من خیلی بهتره که کنار این پسر یه چیزی نقاشی کنیم. من اینجا شکلهای به شکل قلب میکشم. شما دوستان هم مثل من میتونید قلب بکشید. اینجوری قسمت بالاش رو به شکل گرد و پایینش رو خیلی تیز میکشیم. قسمت دیگه هم گرد، قسمت پایینم اینطوری. خب پایینش به هم وصل شد اینجوری. شما میتونید این قلب رو رنگ کنید یا حتی میتونید رنگش نکنید، هر طور که دوست دارید. قلب اون یکی هم انجام میدیم، یک قلب کوچکتر و یک قلب بزرگتر و یک قلب کوچولو و یک بزرگ، یه قلب آبی بزرگ و قهوه‌ای و بنفش. و همینطور صورتی. خب اینطوری من چند تا قلب کشیدم. این پسر بچه خیلی خوشحال به نظر میاد. بله، این پشت معلم به صورت دایره‌ای اینطوری داره رنگ میکنه به شکل ابر. این خطا هم میان و میرن و این صفحه رو کاملا رنگ میکنه. من فکر میکنم که میتونیم چهره این پسر رو بهتر نشون بدیم. اینطوری دوستای من در پس زمینه حس لذت خودتون رو نشون بدین. اینطوری بهتر از اینه که هیچی پشتش نباشه. اگر با کشیدن این خطا لذت بردید نقاشی خیلی فوق‌العاده میشه دوستان. بله تمام شد. دوستان من امروز چطور بود؟ ما امروز برای اولین بار یه آدم کشیدیم. فکر نکنید که خیلی سخته. اگر فکر میکنید که یه آدم کشیدید پس اون یه آدمه. خب منتظر دفعه بعدی هستم. تا دفعه بعد خدا نگهدار.